الله والحمد لله الله, يا الله. سبحان الله. الله الله ولا اله الا الله 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 والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاه والسلام على رسول الله و علا آله تیبین تاهرین لاسه ما بقیت الله فی الارضین با عرض سلام و ادب و احترام خدمت که بینندگان و شنوندگان عزیز و این که این برنامه مورد توجه و استفاده عزیزان قرار بگیرد ادامه مباحث مربوط به کیف نفسانی رو پی میگیریم و با توجه به این که کیف نفسانی یکی از اقسام کیف بود و کیف خودش یکی از مقولات عرضی که یکی از مقولات دهگانه هست درباره کیف نفسانی مسادق مهم و متعدد مطرح شد تا رسیدیم به خلق که خلق یکی از کیف نفسانی و از کیفیت است که آرز بر نفس می شود و تعریف از خلق صورت گرفت که اگر کاری و صفتی در جزء اخلاق انسان و خلق و خوی انسان شد صدور کار و نشأت گرفتن کارها به سهولت و آسانی انجام می شود و اگر خلق و اخلاق به این معنا در نظر گرفته بشود خب همان مباحث مربوط به اخلاق هم در واقع زیر مجموعه این بحث قرار می گیرد. و به همین جهت در این جلسه می خواهیم به اصول اخلاق بپردازیم که اون چی را که در واقع مهم است و در مباحث اخلاقی خیلی اهمیت دارد پرداختن به همین مباحث اصول اخلاق انسانی هست به تعبیر دیگر اگر ما منشه کارهای انسان را و خلق و خوی انسان رو در نظر بگیریم در ابتدا در واقع از سه تا سرچشمه و سه تا منشأ می توانیم کارهای انسان رو نشأت یافته ببینیم و منشأ کارهای انسان رو یک از این سه چیز بدانیم که یکی از اونها عبارت است از در واقع قوی که انسان رو به سمت اه اموری که مورد اشتها و شهوت و خواست انسان هست سرخ می دهد که از آن تبیر می شود به شهوت خب یکی دیگر از کارهای دیگری که باز هم می تواند منشه کارهای انسان قرار بگیرد از آن تبیر می شود به غذب و قسم سوم هم از آن تبیر می شود به عقل خب در واقع سه تا سرچشمه کارهای انسان یا امور است که انسان رو به چیزهایی که مورد خاص و علاقه انسان هست دعوت می کند یا کارهایی است که در واقع از غضب و حالتی که در واقع برای انسان پدید می آید این غضب ما را به سمت کارهای فرا میخواند و یا عقل هر کدام این سرچشمه ها و منشه اخلاقی در واقع کارایی و کارکرد خودش را دارد ما از طریق شهوت می توانیم به کارهایی که خیر هست کارهایی که مفید هست کارهایی که دارای منفعت و سود برای خودمون تشخیص میدهیم. از این طریق به سمت اونها حرکت می کنیم و از طریق قوه غضبیه دوباره میریم به سمت اون کارهایی که شر و ضرر رو از خودمون با اونها دفع بکنیم و عقل هم در واقع که منشأ دیگر هست به واسطه آن میتوانیم به کارهایی که ما را به خیر و سعادت راهنمایی کند توسط عقل به اونها در واقع هدایت میشویم پس این سه چیز رو به عنوان اصول باید توجه داشته باشیم که عبارت است از شهوت، و غضب و عقل حالا هر کدام همین سه تا سرمنشه کارها و خلق و خوی انسان در بین خودش دوباره تقسیمات دیگری دارد مثلا همین قوه شهوت رو اگر در نظر بگیریم این قوه شهوت باز هم سه تا حالت ممکنه پیدا بکند یک مرتبه هست که شهوت کاملا همراه با اعتدال و میان روی و به گونه شایسته اعمال می شود خب اگر یک همچنین حالتی رو انسان از اون خواسته که خیلی بهش علاقه دارد در حد میانه استفاده بکند از آن تعبیر می شود به افت و اگر از این حالت به سمت افراد کشیده شود و شهوت رو یله و رها بگذارد که به هر سمت که انسان رو بکشاند از این تعبیر می شود به شرح یا حرص بسیار که انسان خب حریص باشد نسبت به این خواسته شهوانی خودش و اگر به سمت تفرید کشانده شد از آن تعبیر می شود در واقع به خمود و حالت رکود خب این سه تقسیم نسبت به این قوه شهوانی و یا قوه, قوه, شهوت هست که دیدیم یک حالت میانه داره به نام افت یک حالت افراطی داره به نام شرح یا حرص بسیار و یک حالت تفریط داره به نام خمودگی و همچنین قوه غذبیه رو هم اگر در نظر بگیریم باز هم همین سه حالت رو میتوانیم در آن هم پیدا بکنیم که اگر قوه غضب که همون حالت دفاعی و حالت در واقع دفع شر, رو شر رو امثال و امثال اینها و ضررهایی باشد اگر در حد اعتدال و میانه اعمال بشود و اون حالت اعتدال و میانه را حفظ بکند از آن تبیر می شود به شجاعت و اگر به سمت افراد کشانده شود که انسان برای دفع ضرر خب بیش از حد این حالت قوه غذبیه خودش رو به کار بگیرد از آن تعبیر می شود به تحور خب و اگر خیلی کم از این قوه غذبی استفاده بشود و انسان کوتاه بیاید در این زمینه از آن تعبیر می شود به جبن خب پس این سه حالت را ما می توانیم در قوه غذبی هم احساس و پیدا بکنیم و همچنین در مورد قوه عقل یا اون ملکه که ما را به سمت خیر و خوبی و سعادت هدایت و رهنمایی می کند اونم به همین حالت میتونه سه تا حالت رو پیدا بکند که اگر ما در حد معقول یا در حد اعتدال از قوه عقل خود استفاده کنیم از آن تعبیر می شود به حکمت که کارهای حکیمانه از این انسانی که از قوه عقل خودش استفاده میکند سر میزند و اگر این عقل در حد افراد به کار گرفته بشود خب از آن تعبیر می شود به جربزه که یک نوع زیرکی افراطی هست یک نوع در واقع شبیه به شیطنت هست که دیگه از این در راه و مقصد شیطانی و فری و کلاهگذاری استفاده می شود و اگر از قوه عقل در حد در واقع به صورت تفرید و بیش از اندازه کوتاهی در موردش صورت بگیرد از آن تبیر می شود به غباوت و کند ذهنی که انسان خیلی از اون مساله خودش رو به درستی تشخیص ندهد و اون رو به کار نگیرد خب پس ما از این سه قوه که نام بردیم قوه شهوت، قوه غذب و قوه در واقع عقل و هر کدام هم تقسیم شد به سه حالت میانه و افراد و تفرید که مجموعا نه حالت رو می شود در مورد اونها در تصور کرد و اگر قوه یا اون هیئتی که از اجتماع همین ملکات سگانه از همین قوه غذبیه و شهویه و قوه عقل از این سه تا یک هیئت شکل بگیرد در واقع از این حالتی که اون حالت اعتدال و میانه رو پدید بیاورد از اون تعبیر می شود به عدالت یعنی اگر کسی قوه غذبیه و شهبیه و عقل رو به خوبی مورد استفاده قرار بدهد و اون حالت اعتدال رو در همه این جهات حفظ بکند از اون تعبیر می شود به عدالت که در واقع در عدالت بحث این که هر کاری رو و هر چیزی رو در جای خودش انسان قرار بدهد و هر حقی را به مستحق خودش بپردازد این حالت برای انسان پدید می آید و اگر از این حالت دوباره انسان به سمت افراد یا به سمت تفرید کشانده بشود از آن تعبیر می شود به ظلم در صورتی که به افراد کشانده شود و در صورتی که به تفرید کشانده شود از آن تعبیر می شود به انزلام یعنی ظلم پذیری و زیر بار ظلم رفتن خب این سه در واقع اصول و مجموع اینها که از اونها تعبیر به عدالت می شود و افرادشون تعبیر به ظلم و تفریدشون تعبیر به انزلام می شود خب اینها اون مباحث اصولی اخلاقی هست که از میان همه این در واقع ده دوازده صورت که ترسیم شد فقط اون جنبه اعتدالی و میانه اون صفت های ممدوح هست که ما از قوه شهویه می توانیم افت رو از قوه غضبیه می توانیم شجاعت رو و از عقل می توانیم حکمت رو و از مجموع اونها می توانیم عدالت رو به عنوان ویژگی های ممتاز و صفت قابل ستایش یاد بکنیم اما از اون دو طرفی که به سمت افراد و تفرید کشانده می شود که در واقع های و ها و های مزموم یاد می شود که دیگر اونها قابل ستایش نیستن خب همه اینها به عنوان اصول اخلاق مطرح هست که زیر مجموعه بحث خلق مطرح شدن حالا نکات هم دوباره دو نکته در پایان هست که اگر رسیدیم به هم اشاره خواهیم کرد ولیل خلق انشاباتون کفیره خب ما وقتی بحث خلق را به عنوان یکی از مسادق مهم کیف نفسانی مطرح میکنیم تعریف از آن صورت گرفت میفرماید که برای خلق بخواهیم زیر رو بیان بکنیم خیلی این شعبها و شعبه های مختلفی دارد و فراوان هست که تکاد و لا تحصا از شعب الحاصل اینها قریب به اینکه ما نتوانیم این شعبه که حاصل می شود اینا رو بشماریم یعنی ممکن است که اگر خیلی ریز بشویم و زیر شاخه های خلق رو بخواهیم احساب کنیم ممکن است که نتوانیم اونها رو به درستی شمارش کنیم لکن اصول اخلاق الانسانیه اما از میان همه این شبه های کسیره که گفتیم و ممکن است ممکن قابل شمارش هم نباشه اصولش رو حداقل می توانیم مطرح بکنیم که می فرماید اصول اخلاق انسانی نظرن الی القوا الباعثه للانسان با توجه به این که بریم به سراغ اون قواهایی که اونها سبب می شود که انسان نحو الفعل برود به سمت فعل کشانده شود یعنی اون انگیزه های اصلی انسان به سمت انجامی کار رو برویم بررسی بکنیم وقتی به این قوه ها و سرچشمه کارهای اصلی نگاه میکنیم میفرماید اونها ثلاثتون سه تا اصل هستند و هی قوه شهوه و این سه تا هم عبارتن از یکی قوه شهوت خب قوه شهوت ما رو به سمت چه کارهایی میکشاند میفرماید البعث الله الی جذب الخیر و نافع الذی یلائمه قوه شهوت باعث می شود که انسان به سمت جذب کارهای خیر برود خب خیر هم عبارت است از یک امری اصیل به که مطلوب انسان هست خوشایند برای انسان هست مانند سلامتی خب این یک کار در واقع خیر است که قوه شهویه ما رو به سمت اون فرا میخواند میگه باید این کار رو و این خیر رو برای خودت کسب کنی اگر نداری اگر داری حفظش کنی و نافع الذی یلائمه و, و همچنین قوه شهویه ما را به سمت کارهایی که ملائم هست سازگار با طب انسان هست خب ما را به سمت این کارهای مفید و نافع که سازگاری با طب انسان هم داشته باشد دعوت می کند این یک قوه هست دو و قوه غضب دومین قوهی که باز هم سرچشمه کارهای دیگر انسان قرار میگیرد گیرد غذب هست خب نقش قوه غذب چیه؟ الباعث له الى دفع شر و ذار خب نقش قوه غذب این است که ما را به سمت دفع شر خب شر و زار و چیزهایی که ضرر هست ما رو به سمت اونها میبره میگه باید کاری را که شر از خود دور کنی و همچنین کاری که مزره و ضرر میرساند این رو هم دفع بکنیم خب شر در واقع یک امره که اصالتا ناخوشایند هست مثل بیماری و کار زار و ضرر رسان همون کارهایی که زمین ساز پیدایشی شر می شود مثل خوردن سم مثلا یا چیزهای مذر دیگر که برای سلامتی انسان یا برای سعادت انسان ضرر داشته باشد قوه غذبی ما را در واقع دستور میدهد که اونها را از خودمون دور کنیم و نزدیک اونها نشویم خب این دومین قوه بود و سومین قوه که فرمود اصول اخلاق سه تا هست سومیش عقل الذی یهدیه للخیر و سعاده که عقل کارش اینه که ما را به سمت چیزی که خیر و سعادت هست دعوت بکند و در واقع و یزجره عن الشر و شقا و همچنین کار خیر کار عقل این است که ما رو از شر و شقاوت در واقع باز بدارد و ما رو منزجر بسازد از اینها در واقع این عقلی که هم اینجا به کار گرفته می شود همون عقل عملی هست که یک قوه است که در نفس انسان در واقع عمل میکنه و اینجا هم ما اون رو به عنوان یک از قوه یا به عنوان یک از قوای که اصول اخلاق هست نام میبریم فالملکت العامل فی المشتهیات پس ما سه تا قوه یا سه تا در واقع خلق و خوی رو پیدا کردیم که اینا باعث می شوند که کارهایی که انسان انجام میدن از روی یک از این سه تا اصل باشد پس ملکه که عمل کننده است در امور مشتهی و اموری که در واقع مربوط به شهوت هست حالا منظور همون قوه شهوت هست حالا این قوه شهوت رو ما بخوایم مورد دقت و بررسی قرار بدهیم میفرماید این لازمت الاعتدال به فعل مایم بقی کمایم بقی اگر همین قوه ملازم و همراه اعتدال بود عدالت رو در واقع و میان روی رو رعایت کرد به انجام دادن اون چه که شایسته هست همون گونه که شایسته هست یعنی به صورت واقعی اون جنبه اعتدال و میان روی رو حفظ بکند نام اون رو میگذارن سمیت افه پس قوه شهویه اگر در حد میانه ازش استفاده شد ما به اموری که به نفع من هست به اموری که در واقع ملائم با طب ما هست و در اموری که سود ما در آنها هست اگر در حد میانه حرکت کردیم در واقع اون جنبه افت را مراعات کرده ایم و این انحرفت الى حد افراد اما اگر منحرف شد و به سمت حد و جانب افراد کشانده شد سمیت شرح اینجا نامش رو میذارد دیگه شرح یعنی شهوتی که جنبه افراد به خودش بگیرد و اضافه روی و زیاده در کارهایش رو در واقع اعمال بکند شرح یا همون حرص بسیار میشود و این نزلت الى تفرید اما اگر به سمت تفرید پایین بیاید دیگه این حالت میل انسان به سمت جذب خیر و خوبی و منافع اگر خیلی کم رنگ بشود که دیگه برای آدم بی تفاوت بشود که مهم نباشد که فایده هست این خوبه این در واقع خیره خب بی تفاوتی برای انسان پیش بیاید از این تعبیر می شود به خمود یا حالت خمودگی که در فارسی هم به همین حالت نام برده می شود که دیگه انسان خیلی بی بخار و در واقع بدون انگیزه هست هیچ جاذبه نداره برایش که به سمت این کارهای خوبی و خیر و منافع خودش حرکت بکند این در واقع سه تقسیمی بود که برای اون قوه مربوط به شهوت مطرح شد و کذالک کل ملکه المرتبط بالغذب و همچنین اون ملکه که مرتبط به غذب بود یا اون قوه غذبیه اونم همین سه حالت را دارد که میفرماید لها اعتدال اون تو سم شجاعت شجاعه که اگر ما اون قوه غضبیه را با همون حالت میانه روی اون را آید بکنیم اسم اون را میگذارد شجاعت بنابراین اگر کسی حتی در میدان جنگ هم که یک نو دفع ضرر هست یک نوع دفع شر است خب حالت میانه, میانه رو و حالت اعتدال را حفظ بکند از اون تبیر می شود به شجاعت و طرف و افراد و سما تحور اما اگر کسی به حد افراد از در واقع این قوه غذبیه کشانده بشود که دیگر کنترلی نداشته باشد و هر را قوه غذب به او دستور میدهد همون رو در واقع بخواهد انجام بدهد بدون رعایت اعتدال از آن تعبیر میشود به تحور که در واقع آدمهایی هایی که سرتیر هستند، هیچ گونه ملاحظه نمی کنن احتیاط و تدبیر رو به کار نمی گیرن و فقط به محض غلیان قوه غضبشون حرکت می کنن. از این تبیر می شود به تحور و بیباکی و جانب تفریتش رو که دیگه انسان قوه غذبش رو اونقدر کمرنگ بکند که از کوچکترین شر و ضرر هم که ممکنه متوجه او بشود بترسد از این حالت تعبیر می شود به جبن دیگه که کاملا حالت ترسو بودنه یعنی در یک زمان هم که انسان برای دفع ضرر یا دفع خطر و دفع شر اقدام میکنه خب حتما یک سری ممکن خطرهای رو هم متوجه انسان بسازد اما اگر کسی از کوچکترین خطر هم در واقع بترسد این حالت جبن برای او پدید می آید خب این قوه غضبیه بود و کذالک کل ملک فی الخیر و شر اما اون ملکی که حاکم است در خیر و شر یعنی ما رو به سمت خیر دعوت میکنه و شر را باز میدارد که همون قوه عقل باشد یا و نافع و همچنین قوه که ما رو به سمت کارهای مفید و پرهیز از کارهای مزر دعوت میکند این لازمت وسط الاعتدال اگر همین عقل ما و قوه اقلانی ما هم در حد میانه استفاده بشود در حد اعتدال در واقع حرکت بکند فشتغلت به مایم بقی که مایم بقی و عقل را هم به اون کارهایی که شایسته هست و واقعا هم همون گونه هست به اون کارها مشغول بسازد سمیت حکمت اسمش را میگذارد حکمت پس حکمت همون اخلاق یا اون خلق و خوی است که در واقع افعال متوسط بین جرب و قباوت از اون سر میزند نه اون حالت خیلی زیرکی و مکاری حکمت هست نه اون حالت در واقع کنزهنی و در واقع شبیه به عقل نداشتن اون هیچ کدوم اونا حکمت نیست اما میانه این دو حکیمانه است و کار حکمت آمیز هست و اما و این خرجت الی حد الافراد همین عقل هم اگر از حد و اندازه خودش بیشتر استفاده بشود به سمت افراد کشانده شود اسمش را میگذارند جربزه و به سمت تفرید اگر کشانده شود اسمش را میگذارد غباوت یا کنزهنی جربزه همون حر, حر در واقع به معنای زیرکی خیلی در حد مکر و خیانت و امثال ناز و غباوت هم که به معنای کنزهنی نیست که انسان در واقع خیلی ذهنش رو و عقلش رو مورد استفاده قرار ندهد که در خیلی از مسائل ضروری و واضح و روشن هم نتواند به خوبی تشخیص بدهد و الحیعت الحاصل من اجتماع ملکات ثلاث اما حالا اون هیئتی که از این ملکه های سگانه به دست می آید خب این ملکات ثلاث هم عبارت بود همون امور مربوط به قوه شهوت و امور مربوط به قوه غذا و امور مربوط به قوه عقل از هر سه قوه وقتی ما یک هیئت رو که بتوانیم به دست بیاوریم که علتی نسبت ها الیها نسبت مزاج علال که نسبت همه نسبت این هیئت هم نسبت به اون ملکات سگانه هم نسبت مزاج به ممتزج هست خب حالا این حالت رو و این هیئت رو بخواهیم در نظر بگیریم و اثروها کل ذی حق من القوا حقه و اثر این هیئت هم اینه که هر صاحب حق از این قوا به حق خودش برسد اعتدال است و میاد عدالت میگه این هیئت اگر به همون حد میانه خودش حرکت بکند و به اعتدال برسد اسمش گذاشته میشود عدالت پس هر سه قوه وقت به حد میانه حرکت بکند و به اعتدال برسد از آن تبیر می شود به عدالت خب عادل و شخص عادل کسی هست که در هر سه قوه به اون جنبه میانه و وسط را رعایت بکند و این خرجت الى حد الافراد اما اگر در هر یک از اون سه قوه به حد افراد کشانده شود اسم این شخص و این حالت گذاشته می شود ظلم و الى حد تفرید اگر به حد تفرید کشانده شود نامش گذاشته می شود انزلام پس معلوم می شود که عدالت در واقع اون در اخلاق عبارت است از اون هیئتی که وقتی هر سه قوه انسان به حد عدالت و حد اعتدال برسد این عدالت به وجود می آید پس عدالت در علم اخلاق با غیر اخلاق تا حدود تفاوت پیدا می کند که در واقع عدالت در اخلاق به گونه هست که هر یکی از اون سه قوه انسان به اون حد اعتدال برسد و به همون حد اعتدال هم فعالیت بکند و وسط طول اعتدال منها الملکات ملکات اما اون وسط و حد وسطی از عدالت از اعتدال که گفتیم از هر یک از این ملکات که اونا هم عبارت بودن از اصول و ما یتفرع علیها من الفروع و اونچه که از فروعات این اصول بود اینا فضیله ممدوحه همون حد وسط هست بنابراین ما میتوانیم در مجموع اون هیئتی که حاصل از کل این سه تا اصل بود اگر نگاه بکنیم عدالت یک صفت ممدوح هست اما دوباره اگر وارد هر یک از اون قوای سگانه بشویم افت و شجاعت و حکمت از اصول از فضیلت قابل مدح و ستایش هست و طرفان اما دو طرفشان یعنی اون دو طرفی که به سمت افراد و تفرید کشانده می شود رزیلتون مزمومه اینا جز صفات های رزیله و جز صفتهای های مزموم قرار می گیرن و البس ان الفضائل و رضائل موکولون لا غیر هادل سناه ها که می فرماید ما در فلسفه فقط در حد بیان کیف نفسانی و اینکه یک از مصادیق کیف نفسانی هم اخلاق هست بحث میکنیم و از میان انشعابات کثیر اخلاق هم که گفتیم گاهی ممکن شمارش هم نشود فقط آمدیم اصول اخلاق رو مورد بحث قرار دادیم اما اینکه کسی بخواهد در واقع از این فضائل و رضائل و بعد انشعابات هر کدام اینها بخواهد بحث بکند این رو در غیر این صناعت یعنی در غیر فلسفه باید در علم اخلاق مورد پیگیری قرار بدهند خب اینم در واقع بیان اصول اخلاق با تذکر چند تا مطلب که بیان شد و قضه هرم این ما تقدم اولا اما حالا بیاییم دو نکته هم که باقی مونده است این رو هم اشاره بکنیم میفرماید از این مباحث که گذشت اولا به دست آمد که خلق این نمایوجت فی العالم الانسانی اخلاق و خلق تنها در عالم انسان پیدا می شود و امکان دارد و غیر همین زوات الانفس و همچنین در غیر انسان هم در های دیگری که دارای نفس باشد یعنی مثلا در مثل جن هم میشه مثلا این رو فرض کرد علتی تستکملو بالافعال الارادیه خب در جاهایی که اون ذات به سبب افعال اراده خودش به کمال برسد الان ما با کمال و کمال وجوده که با افعال اراده خودش به اون کمالات وجودی خودش برسد در یک همچنین جاهای اخلاق قابل فرض هست فلا خلق فی المفارقات اما در جاهایی که مجردات باشد خب اونجا ما میتوانیم بگوییم که نا اخلاق اونجا مطرح نیست همچنین در بقیه حیوانات دیگر غیر از انسان خب نمیتوانیم بگیم که اونا هم دارای اخلاق هستند چرا از لا عقل عملی هن خاطر اینکه اون عقل عملی که در واقع ما رو به سمت خوبی و باز داشتن از بدی دعوت میکنه در جایی که انسانی و همچنین موجودی دارای نفسی باشد ولی اکمال ارادی فیها و همچنین در غیر انسان و چه در مجردات چه در حیوانات اونها کمال ارادی هم ندارن که با اراده خودشون و با انجام کارهای ارادیشون به کمال وجودیشون دست پیدا بکنن اون موجودات مجرد که خب اونا در واقع هر چه دارن به صورت بلفل دارن قوه ندارن که اون قوهشون را به فعلیت برسانن و به کمال برسن و حیوانات هم که در واقع وقتی کارهای ارادی ندارن عقل عملی ندارن اونا هم کارهایشان را به اساس غریزه انجام میدهد و کمال ارادی باز در مورد اونها راه ندارد این نکته اول بود و نکته دوم هم میفرماید که این است که هر یک از این اخلاقی که گفتیم از کیفیات نفسانی هست و سانیان ان کل من هاذ الاخلاق التي هي من الكيفيات النفسانی که ما هر یک از این اخلاق گفتیم که از کیفیات نفسانی به حساب می آید به ما انها ملکتون راسخه با وجودین این کنار ما به عنوان یک ملکه راسخ و ثابت هم در نظر بگیریم تقابل ها حال من تلکل کیفیه در مقابل خودش یک حال از اون کیفیت هم داره یعنی ما همون گونه که ملکه شهوت داریم ملکه غذب داریم ملکه در واقع عقل داریم می توانیم یک حال و چیزی که هنوز به, به صورت ملکه در نیامده حال از این کیفیت هم داشته باشیم مثل شهوت و غضب و خوف و فضع و حزن و هم و یعنی اندوه و خجل و حالت خجلت و فرح و سرور و غم مانند اینها که اینا هم میتواند به صورت ملکه در بیاید و هم میتونه به صورت یک کاری که یک بار دو بار سه بار انجام بشود و بحث عن اسباب طبی... ا... ان اسباب ها ان اسباب طبیعیه فتیب. حالا ما بریم به سراغ این که هر یک از این کارها چی به صورت ملکه چی به صورت حالش با چی اسباب و عوامل اینها پدید می دنبال بحث از اسباب اینها اسباب طبیعیشون برویم که چه حالتی برای انسان پیش بیاید که آدم مثلا شاد بشود چه حالی برای انسان دست بدهد تا انسان غمگین بشود و چگونه انسان به سرور میرسد و با چه سببی انسان دچار هم و غم میشود خب بررسی اسباب اینها رو بخوایم بررسی بکنیم این رو ایشان نفرماید در طب باید بریم اونجا علل و اسباب اینها رو مورد بحث قرار بدیم که مراد از طب هم که امروز خب یک رشته به نام روانشناسی علمی، روانشناسی علمی مطرح هست که خب اینا در بحث روانشناسی در واقع پی میگیرن که به صورت مشخص اونجا پیگیری میکنن که در چه حالتی ترس برای انسان پدید میاد در چه حالتی در واقع شادی یا حزن و غم امثال ها اونو بررسی میکنن و ان اصلاح ها و تدبیر ها به حیث اولای مساعدت الانسانیه فی صناعت الاخلاق اما اگر کسی بیاید در صدد بشود که ما چگونه این حالت شهوت و غضب و خوف و فضا و در واقع سرور و شادی رو اصلاح کنیم و چگونه اینها تحت تدبیر قرار بدیم به گونه که اینها با سعادت انسانی ما سازگار بشود این رو ما باید در علم اخلاق و در صنعت اخلاق مورد بحث قرار بدیم که وظیفه اخلاق هم همین است که کتاب های اخلاقی قدیم بر اساس همین اصول اخلاق اینا بنا گذاشته شده و برای هر کدام از این قوه هایی که بحث میکنن وقتی اسبابشون رو بیان میکنن دوباره راه های هر یک از این صفت های رو بحث میکنن که این رو در علم اخلاق انسان باید پی بگیرد تا اینجا یک از مصادیق کیف نفسانی که خلق بود بحث شد حالا مصادیق دیگر هم برای کیف نفسانی باقی مانده است که انشاءالله در جلسات بعد خدمت شما تقدیم خواهیم کرد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد وآل محمد